دعوت کردیم از سرکان خانم مرضیه جعفری، چهره آشنای برنامه ما. خوشبختانه تشریف آوردن، قبول زحمت کردن. انشاءالله از صحبتشان بیشتر استفاده میکنیم. سلام بر شما خانم جعفری عزیز، خیلی خوش آمدید. به نام خدای سبحان، خدمت شما و تمام بینندگان عزیزمون در جای جای میهن اسلامی ما عرض سلام. خسته نباشید، دارم امیدوار هستم که روز شنبه خوب و خوشی را آغاز کرده باشند. در خدمت است. سلامت باشید. خیلی تشکر از اینکه دعوت ما رو بازم پذیرفتید. قبول زحمت کردید خانم جعفری عزیز. خوشحال هستیم از حضور شما در برنامه امروزی. در خدمت شما هستیم با موضوع مسئله ولایت یا اذن ولی در امر ازدواج. بیم از تعاریف شروع بکنیم. اینکه منظور ما از مسئله ولایت به صورت عام یا به صورت خاص از دید حقوق چی میتونه باشه؟ خب ما اجازه میخوایم که در بابت بحث که داریم و شما یکمی حالت عامیانه تر بخوایم صحبت کنیم، به دلیل اینکه گرچند بحث حقوقی است و باید از متن قوانین استفاده شود، در بیان، در کلمات، در آنچه که با شما قرار است که بگوییم، ولی من میخوایم این عرض کنم که برای اینکه این موضوعی که شما همطور که شما اشاره کردین در ابتدای شروع برنامه یک بحث مبتلا به هست برای خانواده ها و خانواده های ما متاسفانه و اکثرا نسل قدیم تر ما متاسفانه بر اثر برهان هایی که در افغانستان بوده و چندین دهه جنگ، خب خیلی آشنا با کلمات حقوقی یا سنگین و ثقیل فقهی نیستن. به مخاطر میخوایم یک بحث، یک حالت محاوره‌ای و عامیانه داشته باشیم که در واقع بحث ولایت در ازدواج اگر بخوایم در یک تعریف بی اندازه کوتاه بخوایم تعریف کنیم، میتونیم بگیم سرپرستی ولی که از طرف شورای مقدس قانونگذار تعیین میشه و در مرتبه اول خب نسب است در فقه هم اهل تشیع و هم اهل سنت که تعیین کننده ولی هست. بنابراین همونطوری که در قوانین موشما ذکر شده و در فقه اسلامی که بالاخره ولی میرسه، ولایت در حالا مفهوم عام ولایت که در ولایت بر نفس شبه، ولایت بر صغار و مجانین و ولایت حتی بر مال شبه، بر بحثای حقوقی که ما شما داریم، خب میتونه همون سرپرست عنوان شبه، منتها سرپرست قهری. قهری به این معنا که چون قضیه نسب و موضوع نسب در میان هست، بنابراین قابل سلب نیست. یعنی کسی که پدر به عنوان پدر توسط قانون شناخته میشه، یادم به نفر این فرد میتونه به لحاظ قانونی و شرعی ولی باشه. کلمه میتواند را نباید به کار ببریم، برای اینکه این حق هست ولی در این حال تکلیفه، یعنی قابل سلب نیست. حتی اگر خود ولی نخواهد که ولی باشه، باز هم ولی هست. دلیلش هم ایست که عرض کردم از پای موضوع و قضیه نسب در میانه و نسب هم قابل سلب نیست. وقتی که طفل در خانواده متولد میشه، طبیعتا یک پدر داره و حتما یک مادر. و پدر خانواده هیچگاهی نمیتونه به صورت طبیعی بیایه بگه که مثلا این طفل، ما سرپرستی این طفل یا مسئولیت سرپرستی این طفل در واقع بر عهده نمیگیرم. بنابراین میشه همون سرپرست. من تا چه سرپرستی؟ سرپرست قهری که فقه و شریعت اسلامی مو شما تعیین کرده. یک حق و تکلیف برش داره. بسیار خب. نسبت به دامنه این موضوعی که پدر یا همون ولی در چه ساحه‌ای، در چه اموری این ولایت داره؟ ببین، قانون مدنی افغانستان ما شما و همچنان قوانین دیگه‌ای که ما شما داریم از جمله احوال شخصیت، در بحث ولایت هم بر اموال صغار و مجانین و به صورت کلی مهجورین ولایت را پذیرفته، هم بر خود صغار و مجانین و کسانی که جزء مهجورین محسوب میشن، یعنی ولایت بر مال و ولایت بر نفس که شما هم اشاره کردید. خب ولایت بر مال چون از موضوع ما خیلی مرتبط با موضوع ما و شما نیست، همه قدر لازم به ذکر میدانم که ولایت بر مال کسانی است که هنوز خودشان به توانایی استفاده از حق معاملات را ندارن و نمیتونن اموال خود را مدیریت و سرپرستی کنن. بنابراین مدیریت سرپرستی اموالشان واگذار میشه به فرد دیگری. تا چه زمانی؟ تا زمانی که اینها اهلیت کامل برای مدیریت پیدا کنن. یعنی چی؟ یعنی تشخیص داده بتوانن سود و زیان خود را در امور مالی. وقتی که به اصطلاح عامیانه ما شما میگن عقل معاش پیدا کنن، یک کسی که
به اصطلاح توانمندی تشخیص سود و زیانهای مالی خود را داشته باشه، بتونه اموال خود را مدیریت کنه خودش به خودی خود، که در قوانین ما شما هم 18 سال ذکر شده، چی برای دختر چی برای پسر. بعد تا اون زمان، تا پیش از فرار رسیدن اون زمان، یک ولی که حالا یا توسط قانون و محکمه انتخاب میشه یا اینکه قهرن قبلا خودش وجود داشته، مثل ولی قهری مثل پدر، که بر اموال این افراد در واقع مدیریت میکنه، نمیشه ولایت بر مال. بله. منتها موضوع اصلی ما شما ولایت هم بر نفس است، که در مورد چه کسانی صدق میکنه ولایت بر نفس. اولا که در درجه اول بر مهجورین صدق میکنه، یعنی کسانی که هجر دارند، ممنوعیت دارند از انجام عقود و قراردادهای خودشان، از انجام معاملات خودشان. به دلیل چی؟ به دلیل زوال عقلی. بله. یا بالکل اهلیت ندارند، مثل بله. کسی که دچار متاسفانه جنون و دیوانگی است، یا ممکنه اهلیت اینها ناقص باشه، یعنی اهلیتشان به صورت کامل نیست، مثل صغیر و طفل که هنوز به سن قانونی نرسیده. بله. قدرت تشخیص سود و زیانش به حدی نیست که بتانه امور مالی خود را مدیریت کنه یا امور اول شخصیه خود را مدیریت کنه. به این خاطر توسط قانون برای اینها ولی قرار داده شده، که ترتیب اولیا به اصطلاح در قوانین ما شما هم ذکر شده. من در خدمت هستم. بیام روی موضوع خودمان، مسئله ولایت بر امر ازدواج. اما قبل از اینکه صحبت کنیم یک سوال همین لحظه به ذهنم رسید. گفتین که مسئله ولایت یعنی یک حق هست و از اون طرف یک تکلیف هم هست برای پدر. آیا قابل انتقال هست؟ یک حال پدری بگم من سرپرستی می فرزند به عهده نمیگیرم، در صورتی که خودش حیات هستن، زنده بلده. هستن، این مسئله ولایت بسپاره یا انتقال بده به فرد دیگر مثل برادر، کاکا یا؟ بله، ببینن ما حتی بحث درسته که ما میگیم قهری هست، قهری به معنای غیر قابل سلب بودن است. یعنی یک پدر میخواد از این حق ولایت خود استفاده کنه و دیگران بیاین مانع شون، یک کس دیگری، یک شخص ثالثی بیاین مانع شون، چون حق پدر هست، بنابراین این قابل سلب نیست که ما بخوایم ازش بگیریم. ولی اگر خود با اختیارش، با اراده خودش میخواد این حق را، چون ما وقتی میگیم حق، حق قابل انتقال به دیگری هست، این حق را میخواد به کسی دیگری واگذار کنه، قوانین ما شما اجازه داده. کما اینکه ما وقتی در سلسله مراتب اولیا در ازدواج دختر خانم میایم بحث میکنیم، که انشاءالله در ادامه بحث به او خواهیم پرداخت، سلسله مراتب را که وقتی میایم در فقه و در قوانین بررسی میکنیم، گفته شده پدر، جد پدری، هر دو چی هستن؟ ولی محسوب میشن. ولی میانه اینها به ترتیب اولویت هم هست، یعنی تا جای تا زمانی که پدر هنوز وجود داره، نوبت به جد پدری نمیرسه. برای ولایت بر ازدواج دختر خانم نمیرسه. بله. ولی اگر وصی وجود داشته باشه چطور؟ ولی اولیه کی هست؟ پدر. پدر اگر خودش بخواد، حالا یا از دنیا رفته یا در دوران حیات خودش هست. بله. کسی را به جای خود وصی میگیره برای انجام امور به اصطلاح مربوط به ولایت فرزندانش، حالا چی بود دختر باشه چی پسر باشه. بله. مخصوصا در ازدواج دختر خانم اولویت بین وصی و جد پدری با وصی هست. از اینجا چی متوجه میشیم؟ اینو متوجه میشیم که در واقع ولایت بر ازدواج و ولایت به صورت عام بر فرزندان قابل انتقال به وصی هست. منتها باید دیگه قضیه اختیار خود ولی پیش میاد که با اختیار و اراده خودشان و با عقل و هوشیاری کامل این حق را به دیگری واگذار کنه. خانم جعفری، در خدمت شما هستیم. در خصوص ولایت صحبت میکنم، این که اشاره کردید مسئله ولایت قابل انتقال هست. حالا بریم روی خود مسئله ازدواج. اون چیزی که حالا روزمره شاهدش هستیم، مسئله ولایت در امر ازدواج برای پسران یک امر ساده تر هست، در واقع میتونم بگم موقتی هست در زمانی که سن بلوغ نرسه، اما نسبت به دختران باز فرق میکنه. اگر موافق باشین اول مسئله ولایت در امر ازدواج پسران رو با هم صحبت داشته باشیم، ان شاء الله باز در ادامه در خصوص دختران. بله، من قبل از پاسخ به سوال اجازه میخوایم از شما که من هم به نوبه خودم روز عصای سفید را به برادران و خواهران عزیزم که روشندل هستن تبریک تهنیت بگم. انشاءالله که جامعه ایمو به
حدی از فرهنگ نو خود برسه که این عزیزان را نه تنها ترد کنند بلکه بسیار حمایت کنند تا به جاهای خوبی برسیم و از ترقی کافی برخوردار باشیم. خیلی ممنون. در پاسخ به سوالی که پرسیده شد، خب طبیعی است که پسرها تا سن ازدواجشان میرسه مسن یک قانون به اصطلاح تعیین کرده و در شریعت اسلامی مم گفته شده که بالاخره باید بلوغ جسمی، فکری و جنسی داشته باشد تا بتانه ازدواج کنند. و پیش از او ازدواج ممنوع قرار داده نشد و اون تا در قوانین تاکید شده که ممنوع، یعنی در واقع غیر مجاز شمارده شده، ولی به لحاظ فقهی اگر پیش از او سن ازدواج صورت بگیره، گرچند از ابعاد دیگه ای اگر این قضیه رو نگاه کنیم دارای ضررهایی هست، ولی ممنوعیت شرعی نداره. حداقل در ازدواج پسر بحث خاص خیلی زیادی وجود نداره، فقط برای اینکه ولی ما قبل از اینکه بپردازیم به بحث ولایت در ازدواج آقا پسرها، این باید ذکر کنم که قوانین ما و شما ولی چه کسی را قرار داده؟ پدر را قرار داده، وصی را قرار داده، جد پدری را. و در فقه اهل سنت ما و شما هم اقارب ذکور پدری را به عنوان ولی قرار دادن، از جمله اقارب ذکور پدری مثل کاکا و حتی پسر کاکا. بنابراین اینها میتونن در ازدواج هم دختر خانم ولی باشن، هم در ازدواج پسرانی که هنوز صغر سن دارن. یعنی چی؟ یعنی هنوز زیر سن 18 سال قرار دارن و بر مبنای قانون اینا ازدواج صغیر محسوب میشه. در ازدواج صغیر خب ولی حق داره، ولی در واقع قانونی و شرعی فرد، حالا هر کدام از این افرادی که نام گرفته شد، هر کدام از اینها که باشه، که حالا فرض را بر این میگیریم در فرض اولیه که پدر هست. اگر برای ازدواج آقا پسری که زیر سن 18 سال هست، در واقع میگن ولی صحیح التصرف در اصطلاح حقوقیش، یعنی کسی که قانون به او اجازه داده که تصرفات حقوقی داشته باشه در بابت هم نفس ولایت بر نفس هم و در ولایت بر مال، بنابراین میتونه ازدواج کنه. ولی اگر کسانی هستن که ولی یا ولایت اونها را در واقع قانون نپذیرفته، اگر بیای ازدواج پسری را که زیر سن قرار داره صورت بده، این یک عقد صورت گرفته اما عقدی که فضولی هست. یعنی چی؟ یعنی اگر پسری به این حالت ازدواج کنه، زیر سن هست و توسط کسی ازدواج کرد مثل ماما برادر مادر، در واقع ولی محسوب نمیشه به لحاظ قانونی. به همین خاطر اگر با اجازه ایشان یا با تصرفاتی که ایشان انجام داده، با اختیار مثلا یا با اراده ایشان ازدواج صورت گرفته پسر زیر سن، بعد از اینکه به سن قانونی رسید میتونه ازدواج را بپذیره یا نپذیره. یعنی یک حالت معلق داره که اگر پذیرفت ازدواج ادامه پیدا میکنه و اگر نپذیرفت حق فسخ برش به وجود میاد. اما در مورد پسرهایی که بالای سن 18 سال هستند، دیگه ولایت ولی در ازدواجشان جزء شرایط صحت و نفوذ عقد نکاح نیست. یعنی میتونن ازدواج کنن اگر هم توأم با ولایت اجازه و اذن ولی نباشه. منتها این به لحاظ حقوقی است. به لحاظ اخلاقی قضیه، بود اخلاقی قضیه را که حالا اشاره هم داشته باشیم بد نیست، اینکه به هر حال اجازه بزرگترها یک نوع احترام به بزرگترهاست و احترام به پدر و مادر است که بالاخره سالها زحمت این فرد را کشیدن. ولی به لحاظ شرعی و قانونی بعد از سن 18 سال دیگه ولایت ولی در ازدواج دیگه بی‌معناست. درست. بعد در خصوص دختران، در ازدواج دختر خانم ها هر دو قانون مرتبط با این موضوع که قانون احوال شخصی اهل تشیع و قانون مدنی افغانستان ما و شما باشه، سن ازدواج دختر خانم را 16 سال ذکر کرده. یعنی پیش از 16 سال دیگه سن دیگر صغر سن محسوب میشه. دیگه کسی که دختری که در پایین تر از سن 16 سال میخواد ازدواج کنه، به لحاظ قانونی اجازه داده نشده. منطقه در قوانین ما شما تذکر داده شده که اگر دختری که در سن 15 سالگی یا کمتر ازدواج میکنه، با اجازه ولی اگر نباشه، ازدواجش کاملا باطل هست. به خاطر اینکه اصلا اهلیت کامل نه به لحاظ قانونی و نه به لحاظ شرعی نداشته، بنابراین ازدواج دختر خانم صحیح نیست. منتها در بابت بحث ولایت بر ازدواج دختر خانم سه تا نظریه وجود داره. نظریه اول که
یک کمی افرادگونه با این نظریه در واقع مطرح شده. این نظریه ایست که استقلال کامل داشته باشه دختر خانم در ازدواج خودش و اصلا ولایت هیچ کسی در ازدواجش شرط نباشه. این در مورد دختر خانم هایی که حالا به سن تمیز رسیدن، به یک سنی رسیدن که قوه تشخیص سود و زیان خود را و خوب و بد خود را دارن، بله. یا به اصطلاح قانون مدنی افغانستان رشیده هستن، خب صدق میکنه کاملا. اما به لحاظ اخلاقی خب مذموم است که بالاخره دختر خانم بیای بگه که چون من به سن هستم که مثلا رشیده محسوب میشم، پس ازدواج اذن و اجازه شما هیچ شرط نیست. چون شرط نیست پس بریم هر کاری که خودم خواستم با هم ازدواج میکنم. به لحاظ اخلاقی یکمی دوچار تزلزل میکنه خانواده را، محیط خانواده را، قانون خانواده را. ولی به لحاظ شرعی خب این نظریه پذیرفته شده که کاملا میتونه استقلال داشته باشه از ازدواج خود. نظریه دوم یکمی تعدیل شده است نسبت به نظریه اول. میگن که جمع بین اجازه ولی یا اذن ولی و استقلال دختر، یعنی مشترکن. مشترکن معنایش این میشه که دختر خانم فردی رو برای ازدواج میپذیره، انتخاب میکنه، میپذیره، و ولی او هم برای در واقع کسی که آمده خواستگاری این دختر و مد نظرش هست اجازه میده. بله. در این صورت ازدواج دختر خانم کاملا صحیح هست. ولی صورت برعکسش هم نیست که اگر فرضاً در دختر خانمی مثلا فرض میگیریم که کسی را برای ازدواج میپذیره اما ولیش که همان پدر باشه در درجه اول اجازه نمیده. بله. اینجا باید حتما چون نظریه بر این امر استواره که جمع بین اذن ولی است و استقلال دختر، باید یک رضایت توامان به وجود بیاید. یعنی دختر خانم با کسی ازدواج کنه که رضایت پدر هم هست، یا پدر یا ولی کسی را انتخاب کنه که رضایت دختر خانم هم باشه. بنابراین کاملا مشکل حل است. نظریه سوم نظریه استقلال کامل ولی است. درست. که در واقع پیروان این نظریه فقهایی که حالا مشما داریم در حقوق اسلامی از این نظریه پیروی میکنن که پدر یا جد پدری یا وصی یا به اصطلاح قانون مدنی مشما اقارب ذکور پدری که شامل کاکا و پسران کاکا حتی میشن، اینها اگر اجازه نتن اذن ولی حاصل نشه در ازدواج دختر خانم، در واقع ازدواج دختر خانم کاملا باطل محسوب میشه. این نظریه باز هم افرادگونه است. یعنی ما نظریه اول هم افرادگونه است. بله. اختیار تام و عام و تام در سلطه و اختیار خود دختر خانم باشه، و از این طرف هم نظریه سوم. من خیر خودم یعنی میپسندم که نظریه وسط را بر مبنای این حدیث مکرم که میگه خیر امور اوسطها، همه چیز وسط و اعتدالش خوب است، معتدلش خوبه. بنابراین نظریه وسط به نظرم با محیط سنتی افغانستان سازگارتر به نظر میرسن، به دلیل اینکه در خانواده های ما شما اجازه و اذن ولی به یک نحوی جا افتاده است، و اگر دختری بدون اجازه به اذن و رضایت اونها ازدواج میکنه از نظر جامعه عرفی ما و شمایی ترک میشن و خیلی تبعات نامیمون و ناگواری هم ممکنه به دنبال داشته باشه برش. با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع ولایت در امر ازدواج و در خدمت خانم جعفری عزیزم هستیم و از صحبتشون استفاده می‌کنیم. خانم جعفری عزیز، در واقع مسئله ولایت یا اجازه ولی در امر ازدواج دختر با توجه به شرایطی که اشاره کردین خوب است که مشترکاً باشه، یعنی هم رضایت دختر باشه و هم از طرف رضایت پدر باشه، که حالا عقل سلیم میگه که بهترین راه هستش. اما در خصوصی که شرایط ولی طبیعتا خب بعضی مواقع اتفاق میفته که ولی شاید او توانایی را نداشته باشه، توانایی تشخیص نداشته باشه، یا اینکه شرایط دختر واقعا متفاوت باشه. ما بعضی پدرها را داریم که بهانه های به قول ما علکی میارن. بله. به یک نحوی سنگ میندازن جلوی پای دختر یا پسر و میخواین به یک نحوی ممانعت بکنن. از دید شما یک ولی که در واقع اذن شرط هست در مسئله ازدواج دختر خانم ها با چه شرایطی داشته باشه؟
من اجازه میخوام که قبل از این پاسخ این سوال تتمه بحث قبل از وقفه را خدمت شما عرض کنم که در برای بیننده های عزیز ما شما سوء تفاهم به وجود نیاید. یک قوانین افغانستان بالاخره در این میانه نظریات مختلف فقهی که بیان شد پیروی از کدام نظریه کرده و تکلیف دختران افغانستانی که میخواین ازدواج کنن چی هست در بابت اذن ولی، چه در فقه لسانت ما و شما و چه در فقه التشیع؟ خب هر دو قانون متفق القول هستن برای اینکه دختری که صغیر هست باید تحت ولایت پدر ازدواج کنه، چون توانایی تشخیص خوب و بد زندگی را نداره و نمیتونه فردی مناسبی را برای یک عمر زندگی انتخاب کنه. بنابراین دختری که زیر سن قانونی قرار داره و قرار است که ازدواج کنه، سن زیر سن مشخصی که قانون اموشان زهستال را تعیین کرده، باید تحت ولایت باشه حتما. اما متفق القول هستند در مورد دختر خانم های رشیده. رشیده به معنای مفهوم مطلق و عامش، به معنای این که به لحاظ فکری و توانمندی جسمی و جنسی در واقع یک دختر خانم به حدی رسیده باشه که بتونه هم از ازدواج، از مفهوم ازدواج کاملا سر در بیاره و همین که توانمندی ازدواج را داشته باشه. بله. چنین دختری اگر به این حد رسیده باشه به لحاظ قانونی به او رشیده گفته میشه. بله. این خانم در ازدواج خودش اذن ولی را شرط ندارست قوانین ما و شما، و گفته شده که اذن ولی شرط صحت عقد نکاح نیست. معنای این کلم، معنای این جمله میشه که اذن ولی اگر نباشه و در یک ازدواج یک دختر خانومی که رشیده هست کاملا، اذن ولی اگر وجود نداشته باشه ازدواجش باطل نیست. ولی به این معنا نیست که دختران رشیده ما و شما، کسانی که به عقل سلیم رسیدن به اصطلاح، بدون اجازه پدر یا ولی ازدواج کنن. بود اخلاقی قضیه که پیشتر هم توضیح دادیم این رو به ما شما میرسانه که مخصوصا در جامعه سنتی ما که بافت‌های سنتی خیلی در هم تنیده هستند در افغانستان و باورهایی که وجود داره خیلی برای حالت قداست مانند داره برای جامعه ما شما، بنابراین خوب و پسندیده است که در واقع ازدواج، در ازدواج دختر خانم ها در هر شرایطی که هستن، اگر ازدواج اولشان هست و بیوه خانم ها نیستن در واقع و دختران باکره هستن و ازدواج نکرده هستن، اینها اگر اذن ولی رو به همراه خود داشته باشن که از مشکلات بعدی که حالا در برنامه های آینده انشالله اگر فرصت شد در خدمت بودیم از راجع به اونها صحبت خواهیم کرد، از او تبعات ناخوشایند و نامیمون جلوگیری میشه. همین خاطر در یک کلام خلاصه پس میتونیم اینطور بگویم که اذن ولی در ازدواج دختر خانم هایی که به سن قانونی رسیدن شرط نیست به لحاظ قانونی. بله. شرط صحت عقد نکاح نیست، اما خیلی تاکید شده بر اینکه حتما رضایت و دعای، حتی در ادبیات عامیانه ما شما گفته میشه که دعای پدر مادر را باید گرفت. بله. دلیلش هم همون زحماتی است که به هر حال پدر مادر متقبل میشن برای یک فرزند خودشان. از این مسئله که بگذاریم میرسیم به سوال شما که خب پرسیده شد که یک ولی که اذن او شرط صحت نکاح شمارده شده در خیلی از موارد و در موارد ازدواج مخصوصا دختر خانم ها و پسرایی که صغیر باشن، زیر سن قانونی باشن و حتی دختر خانم هایی که بالای سن قانونی هستن ولی قوه تمیز چندانی ندارن، خب این ولی چون یک وظیفه خیلی مهم و خطیر بر دوشش قرار داده شده قطعا نمیتونه هر کسی باشه. من میخوام از اصطلاح خود قانون مدنی استفاده کنم که خیلی مفهوم خوبی داره. گفته ولی صحیح التصرف. ولی صحیح التصرف در تفسیر این کلمه، وقتی ما شما دقت میکنیم این کلمه خیلی بار معنای عمیقی داره، یعنی در واقع نگفته ولی، در کنار ولی یک پسوندی قرار داده، یک صفتی را آورده که این صفت مشخص کننده شرط ولی بودنه. چه کسی میتونه ولی باشه؟ چه کسی میتونه تصرفات صحیح داشته باشه که خودش سلیم النفس باشه؟ خوب و بعد به اصطلاح دختر خود را یا فرزند خود را در ازدواجش تشخیص بدنه، صلاحیت داشته باشه، مسلمان باشه، اهل مدارا و اهل به اصطلاح تعادل و تعادل فکری و همچنان اقتصادی باشه.
چه بسا ما در محیط عرفی و اجتماعی خود ما متاسفانه داریم خانواده هایی را که برای دختر خانم های خودشان همسران این را انتخاب میکنن که فقط به ثروت و پول و دارایی و امکانات فرد مقابل نگاه میکنن و دختر خود را به هر شکلی یا تطمیع میکنن یا وادار میکنن به این ازدواج ها که بعضا هم یا اکثرا میتونیم حتی ادعا کنیم که این ازدواج ها سرانجام ناخوشایندی دارن. دلیلش هم هست که ناسازگاری فکری، ناسازگاری ناهمگونی به اصطلاح عرف و عنعنات، همچنان شرایط، سن و فرهنگ طرفین و حتی اعتقادات مذهبی و حتی اعتقادات فکریشان چون خیلی هم متفاوت است دچار تزلزل میشه در خانواده و حتی منجر به طلاق میشه. متاسفانه خانواده های زیادی رو داریم که به این شکل به این موزل دچار هستن، گرفتار هستن. به همین خاطر در قوانین ما، من خیلی خوشحال هستم که در قوانین خانواده ما هم قانون مدنی افغانستان و هم قانون احوال شخصی اذن ولی را در ازدواج دختر خانم هایی که خودشان صلاحیت پیدا کردن برای تشخیص خوب و بد خودشان شرط قرار ندادن. بله. دلیلش هم ایست که اگر خب دختر خانم هایی که تشخیص میتن که یک فردی به لحاظ شخصیتی اخلاقی، به لحاظ علمی، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ فرهنگی، از همه لحاظ حالا او به صورت نسبی هماهنگی های لازم و همچنان تفاهم های لازم را داره و انتخابش میکنه برای همسری، بنابراین اذن ولیش در این قضیه شرط نباشه. قانون به نظر من در اینجا هر دو قانون به صورت خیلی خوب عمل کرده و فکر میکنم که یکی از مزیت های قوانین این دو قانون ما و شما همی هم هست که ازدواج دختران صغیر را که توانایی تشخیص ندارن هم مجاز نمیدانن و هم اگر ازدواج انجام شبه حداقل تحت ولایت قرار میگیره کلمه صحیح و تصرف را کنارش قرار داده که حتما ولی دارای یک نفس سلیم و همچنان شرایط درستی باشه که هر کسی نتونه به اصطلاح در ازدواج دختر خانم خود از حق ولایت خود سوء استفاده کنم. بسیار خوب. خانم جعفری عزیز، بکن فرصت خیلی کوتاه است، اگر اشتباه نکنم دو یا سه دقیقه فرصت دارم. یعنی در صورتی که دو دقیقه فرصت دارم، در صورتی که حالا ولی این تعادل فکری رو نداشته باشم یا به هر نحوی فکر بکنیم که این صلاحیت نداره، این صلاحیت خب ساقط میشه. با سقوط همین اذن ولی مواجه میشیم. از اون طرف به درجه بالاتر به جد پدری میرسیم. بعد در اون قسمت هم بازم شرایط خود اذن ولی در این قسمت باز هم شرط میتونیم بگیم که هست. بله، اذن ولی قابل انتقاله دیگه. حتی ببینین ما در هر دو فقه اسلامی، هم فقه اهل تشیع همچنان فقه اهل سنت، ما شما اذن ولی توسط مادر، یعنی ولی شده نمیتونه مادر. بله. یا مثلا ماما ولی شده نمیتونه. بله. حتی جد مادری ولی شده نمیتونه. اقارب ذکور پدری میتونن، اما اقارب ذکور مادری نمیتونن شامل ماما شود یا شامل پدر کلان ما. ولی ما در قوانین داریم که بعضی اوقات حتی ولایت به مادر تعلق میگیره. در کجا؟ در جایی که مرد یا به اصطلاح همون ولی دچار قصور فکری شده. قصور فکری معنای عام میداره، فقط به فرد دیوانه یا مجنون اطلاق نمیشه، بلکه به کسانی اطلاق میشه که قوه فکری کافی برای تشخیص مصلحت های زندگی رو نداشته باشن. بنابراین ولایت با حکم محکمه میتونه از دست پدر خارج شده و دست مادر قرار بگیره، به همین شکل به دست دیگر اولیا. همین شرایطی که در ولی صحیح التصرف که پدر باشه از ذکر کردیم، در سایر اولیای دختر خانم در ازدواجش هم قابل ذکر هست و مشروط به همین شرط ها هست. تشکر میکنم خانم جعفری عزیز، ان شاء الله در هفته آینده هم در همین خصوص در خدمت شما هستم. قربان شما.